نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 13 شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با احتمال ازدواج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمودند حتما امام زمان ازدواج کردند و این حتمی بودن از روی حدس و نه از روی حس است و اگرچه روایات معتبری در این زمینه نداریم اما حتما حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف کاری نمی کنند که مصداق روایت جد بزرگوارشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شوند که فرمودند ازدواج سنت من است، هر کس از سنت من روی گردان شود از من نیست. معظم الله در ادامه تاکید فرمودند یعنی مسئله به صورت یقین وجود دارد اما سبب این یقین حدس و نه حس است، لذا یقین حجت است ولو از حدس نشأت گرفته باشد. ایشان در رابطه با فضیلت نیمه شعبان فرمودند خدای عزوجل نیمه شعبان را یکی از روزهای شریف و پربرکت قرار داده است و این مسئله حتی قبل از ولادت حضرت حجت وجود داشته است و شاید یکی از اسباب مهم آن این بوده که بنا بوده که در نیمه شعبان حضرت حجت متولد شوند، مانند روز عاشورا و دهم محرم که قبل از ولادت امام حسین وجود داشته است، به این سبب که قرار بوده در چنین روزی امام حسین به شهادت برسند. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند در روایاتی از پیامبر اکرم و برخی از ائمه اطهار در رابطه با فضائل و اعمال شب نیمه شعبان که هنوز حضرت حجت متولد نشده بودند مطالبی ذکر شده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله نمیدونیم همیشه نمیدونیم هرچی که نفر بودن نمیدونیم بله علا کلون همینی که علامه مجلسی رضوان الله علیه بله علا کل این هست عرض کردم این نقل حسی معتبر نی اما از نظر حدس یقینیه که حضرت عجل الله فرجه دارن یک زیارتیه یه دعاییه مثل که توش کلمه ذریه یا اولاد هست نسبت به حضرت که گرچه اون دعا زیاره دعاست یا زیارت خود اونم از نظر حسی بحث داره اما از نظر حدسی ظاهرا اشکالی نداره بله درست خب عیبی نداره نه میگم حجت نیست اما عرض بنده اینه که خلاصه خود من در مرحله خودم قطع به این حدس دارم یعنی از روی این حدس قطع دارم مثل این میمونه فرض کنید کسی بیاد تو شهر ببینه زمین ها خیسه روی قرائن یقین میکنه حدسن که بارون اومده خب حدسش برای خودش که یقین میکنه این یقینه حجته از هر سببی باشه حالا ممکنه کسی بگه شاید آب پاشی کردن شهر رو مثلا خب اونی که این حدس زده و یقین کرده برای اون حجته دیگه هیچ نه وقت اون میشه نمیدونم اون که حد نزده بله روایت که هست 313 تا تو روایت وارد شده نمیدونیم آخه نه شرایط اون 313 نفر کی باشن آخه من خودم نمیدونم اما یه جایی دیدم نوشته بود که بله
فقط مصدرش منبعش یادم نیست.